خانم انتظاری، شنیدید درباره مسئله تجاوز جنسی هم صحبت شد. شما شاهد چیزی بودید در این رابطه؟ آیا کسی رو دیدید که چنین شکنجه‌ای شده باشه یا شکنجه های دیگه؟ مشاهدات عینی خودتون از دیگران، دیگر هم سلول هایتون، هم بندیاتون؟ من چون مدت 7 سال زندان بودم، در واقع میتونم بگم موردهای مختلف شکنجه رو دیدم. شاید خیلی از شکنجه ها رو شخصا خودم نشده بودم، ولی قربانیانش رو دیدم، از همسلولی های من، همبندی های من. به طور مثال من رو بحث تجاوز به زندانیان شما مطرح کردین، من نمونه دختر نوجوانی رو دیدم، حدودش 16-17 سال سنش بود وقتی که دستگیرش کرده بودن. دختر بسیار زیبا و معصومی بود و اون رو ما شنیدیم که بهش تجاوز شده بود، به همین دلیل دچار روانپریشی شده بود، دچار شکست عصبی شده بود. من چند نمونه از زندانی که دیدم و توی بند آوردن و وقتی که میدیدمشون دچار شکست عصبی یا ناراحتی روحی و روانی شدن، برامون مسجل شده بود که به اینها تجاوز جنسی شده. یا حتی این دختر نوجوان رو انداخته بودن یه مدتی توی سلول گوهردشت، توی زندان گوهردشت، توی سلول یک زندانی دیگه که اون رو هم از قربانیان شکنجهگاهی به نام واحد مسکونی توی زندان قزلحصار بود و دچار شکست عصبی کامل شده بود و هیچ گونه راه برگشت دیگه نبود، و این دختر نوجوان رو انداخته بودنش توی اون سلول تا مطمئن بشن که حال اونم بد بشه، و بعد از مدتی اونو خارجش کردن و آوردنش توی بند ما. و ما که متوجه شرایط اون شدیم، سعی کردیم این مقدار بهش برسیم، مواظبش بودیم، و این دختر تمام مدت به روی خودش خیره بود و با هیچ کس حرف نمیزد. و بعد از این مدت که این مقدار اعتماد بچه‌ها رو جلب کردیم بهش، شروع کرد یه مقدار به صحبت کردن، پاسدارا اینو فهمیدن و بلافاصله از بند خارجش کردن. بله. خانم انتظاری، بازم شاید این پرسش سخت باشه که شما در اون دوری که زندان بودید، تحت بازجویی قرار داشتید، تحت فشار شکنجه می شدید، چه احساسی داشتید؟ چه روحیه‌ای داشتید واقعا؟ چه احساسی داشتید؟ ببینید، ما با یک دولتی طرف بودیم که اساسا دیدگاه فکریش درسته که به همه مردم فشار می آورد، سرکوب برای همه بود، ولی با توجه به دیدگاهی که نسبت به زن داشت و اساسا زن رو قبول نداشت و زن رو درجه 2 میدونست. حالا با یک موجی از زنان و دختران جوان مواجه شده بود بعد از انقلاب که این فرصت پیدا کرده بودن که وارد فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی بشن و نظر بدن، مخالفت کنن و حرفشون رو بزنن. حالا این موج دستگیر شده توی زندانان با کسای طرفی که حالا اصلا قبولت ندارن. این بود که به نظر من زن علاوه بر این که به هر حال فشار شکنجه روی همه زندانی‌ها بود، روی زنان این فشار مضاعف بود. اون تحقیری که زنان رو میکردن، یعنی که میگفتن اصلا زن رو چه به سیاست، شما باید اصلا فقط از پدرتون در واقع دنبال روی کنین، حرف گوش کن اون باشین، از همسرتون، از برادرتون. حالا با زنی طرف شده که از خودش عقیده سیاسی داره. این بود که اصلا اون نمیتونست بپذیره. بنای رفتارشون با زن از اینجا بود و این بود که تو در تمام لحظات این تحقیر رو حس می‌کردی، این فشار رو حس می‌کردی. فشار و شکنجه‌ای هم که توی زندان بود روی این در واقع روی این میچرخید. فکر می‌کنید روحیتون چقدر آسیب دید؟ یعنی فرق کرد با قبل از دستگیریتون، بعد از زندان؟ اتفاقا من تو شرایطی که قرار گرفتم، به خصوص که کنار جمعی بودم، یعنی درسته که فشار و شکنجه توی اون دوره فوق‌العاده بالا بود، یعنی دهه 60 به نظر من اصلا قابل مقایسه نیست فشاری که روی زندانیا بود و اعدامای بی‌رویه‌ای که بود. من میگم یکی از وحشتناک‌ترین خاطره من از زندان بردن همبندیای ما حدود عصر که میشد به از خارج کردن اونها از بند و اعدام اونها پشت دیوار بند ما بود. من در بند 240 بودم. پشت دیوار بند ما در شبایی بود که 150 نفر رو اعدام می‌کردن، همون بچه‌هایی که تا یک ساعت قبل پیش ما بودن، و صدای اون شلیک یک جا رو که حالت انفجار داشت رو می‌شنیدی، بعد صدای تکتیرهایی که به عنوان تیر خلاص تو مغز دوستای ما می‌زدن رو ما می‌شنیدیم. اینا رو می‌شمردیم، 70 75 80. اینا من فکر نمی‌کنم از این وحشتناک‌تر شکنجه باشه. اینا روی تک تک سلول های ما نشسته. هنوز بعد از سالها این آثارش هست. من هنوز این رو یک کابوس میدونم. وقتی که یادم میاد که بچه های مردم اینجور دست بسته برده شدن به مسلخ. اما همونها اتفاقا
توی عزم و اراده من فکر میکنم میتونم بگم قریبه به اتفاق زندانیا اثر مثبت گذاشته بود، سر اینکه خودشون رو حق میدیدن چون داشتن از یک حق دفاع میکردن. ما به خاطر عقیدمون دستگیر شده بودیم و ما میدیدیم که داریم در واقع دیکتاتوری رو با گوشت و پوست خودمون حس میکنیم، میدیدیم و این باعث میشد که اتفاقا ما و زندانیان سیاسی خیلی مقاومتر باشن، چه کسانی که به هر عقیده دستگیر شده بودن، چه مجاهدین، چه زندانیان مارکسیست. و تعداد زیادی از هم وطنان ما به عنوان بهایی اونجا بودن به خاطر عقیده متفاوت مذهبیشون دستگیر شده بودن. همه این مجموعه به همه ماها در واقع به نوعی اینو داده بود که باید وایسیم، باید از حق خودمون دفاع بکنیم. و من میتونم نمونه های متفاوت شکنجه رو براتون بگم، اسم ببرم با عکس و تصویر، و اگه خواستین اینو میتونم توی مراحل بعدی توضیح بدم. امیدوارم در برنامه دیگه در خدمتتون باشیم، چون دقایق پایانی هست. من معذرت میخوام اگر فرصت نیست در این برنامه در این باره صحبت کنیم. اگر نمیدونم در یک دقیقه میتونید. من خیلی سریع میگم، ما زندانیانی داشتیم که آثار شکنجه حتی تو طول این سالها روی بدن اونها بود. دکتر شورانگیز کریمیان و خواهرش مهریه کریمیان، این شورانگیز رو از سقف آویزون کرده بودن به صورت قپونی. این باعث شده بود که تاندولهای دستش قطع بشه و دست چپش فلج شده بود و وقتی که حرکت و وقتی که راه میرفت دولا میشد و این به خاطر فشار و اثری بود که روی سیستم عصبی بدنش به وجود اومده بود. و در قتل عام سال 67 به همراه هزاران زندانی سیاسی مجاهد اعدام شد به همراه خواهرش. همچنین از فروزان عبدی میخواستم اسم ببرم، عضو تیم ملی والیبال زنان که محکوم به 5 سال زندان شده بود. در سال 65 حکمش تموم شد و باید آزاد میشد ولی در سال 67 به همراه زندانیان دیگه اعدام شد. یکی از شکنجه هایی که رژیم مدام روی زندانیا می آورد بحث مصاحبه بود، فشارهایی که روی همه ما می آوردن که باید مصاحبه بکنیم. و دلیلی که امثال فروزان و تحمیل ستوده علارغم که حکمشون تموم شده بود و سالها توی زندان مونده بودن و در قتل عام سال 67 اعدام شدن، به دلیل این بود که حاضر به مصاحبه نبودن. و اینها انواع شکنجه بود که طی این سالها بود. و من خواستم بگم که فشارهایی که الان داریم یاد روی زندانیا مال الان نیست، 30 ساله که در واقع حکومت این فشارها و شکنجه ها رو داره روی زندانیان سیاسیش میاره. شکنجه میفرمایید که در دوره‌های قبلی هم بوده. یه ایمیلی در این رابطه ما دریافت کردیم، ایمیل سعیده هست، سعید دل، یا اینکه در این باره نوشتن که در دوره نخست وزیری آقای موسوی و رئیس جمهوری آقای، به هر حال یک ایمیل هست، آقای خامنه‌ای هم بوده. ولی بحث ما شاید بیشتر